حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نفتی پادشاهی سعودی فصل جدیدی را در سیاست‌های آشوبگرانه رهبران جمهوری اسلامی گشود. در این ساعات کارشناسان آمریکایی، فرانسوی و گروه اعزامی سازمان ملل متحد سرگرم بررسی هستند تا با اطمینان مبدأ این حملات را شناسایی کنند. جاناتان هافمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون میگوید اطمینان داریم که کارشناسان خواهند توانست دقیقاً منشأ این حملات را مشخص کرده و به زودی اعلام کنند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، اگرچه نامی از ایران نمیبرد ولی میگوید قبول مسئولیت این حمله از سوی حوثی‌ها قابل باور نیست. برای مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا که به ریاض سفر کرده، جمهوری اسلامی در این اقدام دست داشته است. وزیر خارجه آمریکا حمله به تأسیسات نفتی پادشاهی سعودی را اعلام جنگ خوانده است. گمان زنی در رابطه با مبدأ حرکت پهپادها و موشک‌ها که به سمت تأسیسات نفتی پادشاهی سعودی پرتاب شده اند همچنان ادامه دارد. برای شبکه خبری CBS، حمله به پادشاهی سعودی از پایگاه هوایی اهواز صورت گرفته و از فراز کویت عبور کرده است. برخی منابع دیگر مبدأ حرکت را جزیره فارسی در جنوب غربی جزیره خارک اعلام کرده اند. یک منبع امنیتی اروپایی به کیهان لندن میگوید روز دوشنبه 48 ساعت پس از حمله به تأسیسات نفتی پادشاهی سعودی، سه هواپیمای نظامی در جزیره فارسی به زمین نشستند و افراد و تجهیزات را تخلیه کردند. پاسخ نهایی به این پرسش که این حمله موشکی و پهپادی از کجا صورت گرفته است، با پایان کار کارشناسانی که به پادشاهی سعودی سفر کرده اند در چند روز آینده مشخص خواهد شد. ولی چه کسانی دستور این حمله را صادر کرده اند و چه کسانی از این اقدام سود خواهند برد از همکنون مشخص است. جمهوری اسلامی تا چند هفته پیش و پس از خروج آمریکا از برجام استراتژی صبر را انتخاب کرده بود. انتظار تا نوامبر سال 2020 و انتخابات جدید ریاست جمهوری در آمریکا و آرزوی شکست دونالد ترامپ در این انتخابات. این استراتژی برای ادامه احتیاج به دو عامل داشت: حمایت اقتصادی اروپا و چین و کاهش محبوبیت دونالد ترامپ. دومی بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها دور از واقعیت است. اروپا و چین هم در عمل نشان دادند که نمی‌خواهند و نمی‌توانند تحریم‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند. اظهارات رئیس جمهور فرانسه هم که مبنی بر اینکه عملی شدن پیشنهاد وام 15 میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی بستگی به توافق کاخ سفید دارد، آرزوهای زمامداران ایران را نقش بر آب کرد. به این ترتیب جمهوری اسلامی مجبور به تغییر استراتژی شد. استراتژی جدید که از حمایت روسیه نیز برخوردار است، بر افزایش مدیریت شده تنش با آمریکا و متحدینش در اروپا و منطقه استوار است. تصمیم جمهوری اسلامی به عقب نشینی گام به گام از تعهداتش در برجام بخشی از همین استراتژی جدید است. هدف گرفتن نفتکش‌ها در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، بمب‌گذاری در چند کشتی در سواحل الفجیره در امارات متحده عربی یا به گروگان گرفتن نفتکش سوئدی که در اجاره بریتانیا بود در آب‌های خلیج فارس، همگی با هدف تنش آفرینی مدیریت شده است. حمله اخیر به تأسیسات نفتی پادشاهی سعودی نیز گام دیگری است که با موافقت علی خامنه‌ای صورت گرفته است، گامی که راه را برای هر گونه مذاکره‌ای در شرایط کنونی بین جمهوری اسلامی و آمریکا می‌بندد. حمله به تأسیسات نفتی سعودی و مختل کردن سیستم انتقال و صدور نفت، بلافاصله بهای بشکه نفت را
در بازارهای جهانی افزایش داد، این افزایش قیمت برای جمهوری اسلامی که به خاطر تحریم‌ها قادر به صدور قانونی نفت خود نیست، از نظر اقتصادی منفعتی ندارد، ولی برای روسیه و دیگر صادرکنندگان نفت می‌تواند در کوتاه مدت سودآور باشد. حمله به تأسیسات نفتی سعودی منفعت دیگری هم برای روسیه دارد، آن هم قلمداد کردن عدم کارایی سیستم پدافند چند میلیارد دلاری آمریکاست که پادشاهی سعودی خریداری کرده، به ویژه در زمانی که گفتگوهای بین مسکو و ریاض برای فروش تجهیزات نظامی روسی به عربستان در جریان است. چرا سیستم پدافند هوایی چند میلیارد دلاری پادشاهی سعودی نتوانست در حمله موشک و پهپادهایی که حتی 1 میلیون دلار هم خرج آنها نشده است را ردیابی و خنثا کند؟ پرسشی است که این روزها رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی را نیز مشغول کرده است. رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در عراق، افغانستان، کویت، لبنان و سوریه، در پاسخ به این پرسش در گفتگو با یک شبکه رادیویی میگوید: برای من هم این مسئله عجیب است و میپرسم، ما در بحرین پایگاه نظامی گسترده ای داریم، ما در بحرین پایگاه دریایی و فرماندهی منطقه ای داریم، ناوهای ما در خلیج فارس دائما در حرکت هستند، اگر این پهپادها و موشکها از خلیج فارس عبور کردند، چگونه نیروهای ما نتوانستند آنها را رصد کنند؟ یافتن دلایل این ناکارایی از نظر امنیتی و فنی و حتی سیاسی بسیار مهم و حیاتی است. جرمی بینی، کارشناس نظامی و سردبیر بخش خاورمیانه جینز دیفنس، یکی از مهمترین نشریات کارشناسی نظامی، میگوید پادشاهی سعودی 6 گردان ویژه پدافند ضد موشکی پاتریوت ساخت آمریکا دارد که 5 گردان آن به سمت استانهای شرقی یعنی یمن و تنها یکی به سوی ایران تنظیم شده است. یکی از این گردانها به گفته این کارشناس نظامی دقیقاً برای حفاظت تأسیسات نفتی در منطقه بقیق مستقر بود و طوری تنظیم شده بود که باید هر شیء پرنده‌ای را که از سمت شمال می آمد رصد کند. از صحبت‌های این کارشناسان می‌توان این نتیجه را گرفت که یا این سیستم پدافند موشکی دارای اشکالات جدی است و یا اینکه حرکت موشک‌ها و پهپادها به سمت تأسیسات نفتی در بقیق به دلایلی نادیده گرفته شده است. صبح جمعه 20 سپتامبر 2019 پنتاگون گزینه اقدام نظامی در پاسخ به حملات به تأسیسات نفتی پادشاهی سعودی را در اختیار دونالد ترامپ قرار داد. به نظر نمی رسد که در این مقطع به طور کلی گزینه نظامی در دستور کار کاخ سفید باشد و فعلا تلاش دونالد ترامپ استفاده از حربه تحریم و دیپلماسی است، وگرنه به جای مایک پومپئو که وزیر خارجه است، وزیر دفاع آمریکا به پادشاهی سعودی فرستاده می شد. اعلام تحریم‌های جدید، ایجاد ائتلاف سیاسی برای تشدید انزوای جمهوری اسلامی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در جریان است و گسترش ائتلاف نظامی در خلیج فارس که در روزهای گذشته پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی هم به آن پیوستند، ارکان سیاسی کنونی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. زمامداران جمهوری اسلامی برای حفظ نظام حاضرند از هر حربه‌ای، حتی یک جنگ محدود، استفاده کنند، جنگی که هزینه و تاوان پیامدهای آن را نه سران رژیم که در جای امن نشسته‌اند و یا خانواده‌های آنان که عمدتاً در کشورهای غربی از جمله آمریکا زندگی می‌کنند، بلکه شهروندان عادی ایران باید بپردازند. جمهوری اسلامی در این خیال خام است که مانند جنگ 8 ساله با عراق، مردم از نظام در مقابل حمله ای از خارج حمایت خواهند کرد، حالان که اگر با ماجراجویی ها و آتش افروزی های سران حکومت در ایران جنگی هم درگیرد، این جنگ
مقابله کشور یا کشورهای دیگر با ایران نیست، بلکه پاسخی به ماجراجویی های حکومتی است که سالهاست با مردم ایران نیز در جنگ است. اتفاقا یکی از دلایل تنش آفرینی های جمهوری اسلامی، شرایط بحرانی جامعه و نارضایتی های عمومی و گسترش اعتراضات اجتماعی است. از همین رو بر مردم ایران و به ویژه نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و مدافع دموکراسی است که به سران جمهوری اسلامی این پیام را برسانند که اگر قصد دارند جنگی راه بیندازند، روی حمایت مردم حساب نکنند.